وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته گزارش بین المللی آزادی مذهبی در سال 2010 را منتشر کرد. طبق این گزارش مقامات در چین تهدید ممانعت و آزار و شکنجه گروههای مذهبی را طی یک سال گذشته تشدید کردند. مقامات چینی گروههای مذهبی را تحت فشار قرار داده تا عضو انجمن مذهبیون میهن پرست شوند و عقاید و باورهایشان را تغییر دهند کلیساها مساجد و مدارس مذهبی نیز تعطیل و یا بسته شدهاند پس از نارامی های مارس 2008 در تبت راهبان و راهبها مورد ضرب و قرار گرفتند و مدت زمان طولانی از خواب و خوراک محروم شدند به طوری که باعث شد حتا حتی عدهای دست به خودکشی بزنند گزارش شده است که تمرین کنندگان فالونگونگ مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. بعضی از آنها به دستور مقامات امنیتی در بیمارستان روانی بازداشت شدند در این شرایط آنها وادار به مصرف دارو شدند و در معرض شوک الکتریکی قرار گرفتند در منطقه غرب استان شین نیز مقامات چینی دائما در تشخیص بین مراسم مذهبی مسلمانان سلطلب و فعالیت های تروریستی دچار خطا شدند. همچنین این مقامات از شرکت کردن گروههای ثبت نشده تبتی و مسیحی در امدادرسانی به زلزله زدگان جلوگیری کردند از طرف دیگر افرادی همچون وکیل گو فیشیونگ و وکیل مفقود شده حقوق بشر گو جیشینگ که از آزادی مذهب دفاع کردند روانه زندان شدند.